الرحمن الرحيم. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادع الأسماء. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادع وانتهى. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء. ما كردها هم الآن بأون مصيبت گرفتاري بدست كي؟ به دست اون کسانی که ما روزی اونها رو نجات دادیم. در ایران هم به ما میگفتن ما با کفر می جنگیم نه با کرد، یعنی کردها کافرند، کردها انسان نیستن، مسلمان نیستن. و این است که می بینید که وضعیت ما در کردستان اینجا چطور است، چه بلایی به سرمون اومده. مردهای ما رو کشتن، ترور کردن، جوانهای ما رو به خاک و خون کشیدن. در زمان جنگ 8 ساله اکثر جوانهای ما به جبهه می رفتن و کشته می شدن. مادران ما برای به جبهه رفتگان نان می پختند، آشپزی می کردن، مرزها رو اداره می کردیم مردانه. الان هم بیشتر شخصیت های لایق و شایسته کرد یا ترور شدن، مثل ما مستر ربیعی که الان اون برده ذلیل خارو به عنوان جانشینش انتخاب کردن، یا در سرپل یک سیگار فروش که در دین اهل سنت سیگار مثل خمر و خنزیر حرام است، اونو به عنوان امام جمعه سرپل انتخاب کردند، یا در فلان جا یا در فلان جا. الان هم اینا به ما میگن که شما حق حیات ندارید، شما باید ذلیل و برده و جاسوس ما بشید، شما در سرزمین آبا و اجدادیتون حق ندارید زندگی کنید، ما شما را روزی میدیم، آب و برق و حقوق و همه مزایا الله نمیده، ما میدیم. ولی الله جل جلاله میگه و ما بكم من نعمت فمن الله، هر گونه نعمتی که شما تصور کنید از جانب الله است جل جلاله. حکام ظالم ما رو گرسنه نگه میدارند، ما رو میکشند، ما رو زندانی میکنند، ما رو ذلیل میکنند، ما رو بیدین میکنند، اجازه نمیدهند آداب و رسوم اسیر خودمون رو حفظ کنیم. بعد میگن مثل خر دجال، چطور میگن خر دجال؟ خیلی عذر میخوام، مدفوعش به خرما تبدیل میشه. بعد میگه هر کسی که دین مرا بپذیره، از دین توحید ابراهیمی دست بکشه، من بهش خرما میدم. به الله قسم الان اون بلا به سر ما اومده. ما آزاد نیستیم، ما برده ایم. یک بار من در زندان بودم، یه آخوندی اومد پیش من، بعد گفت الان فرصت اونه که تجدید نظر کنی، بیرون وقت نکرده ای به اسلام اصیل پی ببری، حالا فرصت خوبیه، اینجا کتابهای خوب در اختیارت هست، بیا بازنگری کن. قبلا گمراه بودی که راه خلفای راشدین و مهاجرین و انصار و عایشه رو در پیش گرفتی، بیا یک فرصت خوبی خداوند برایت فراهم کرده. حیفه که تو در زندان بفوسی، تو باید پشت منبر باشی، مثل حاجه محمدی، مثل حاجه قفوری، امام جمعه مترسک مزدور دست نشانده روانسر، مثل ملا رشید، مثل ملا سیگار فروش، مثل ملا مزدور. ما به اونا امتیازات میدیم، ماشین میدیم، حقوق میدیم، این چه بهش میگن دفترچه خدمات درمانی میدیم، فلان میدیم، تریبون هم در اختیارتون میذاریم، درباره وحدت حرف بزنید، اسلام اصیل رو برای مردم بگید. حیف است که شما در زندان بفوسید، اینجا جایگاه شما نیست، لایق شما نیست. من به شما نصیحت میکنم، شما رو دوست دارم، مثل اون شیطان،
اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بریء منک اینی اخاف الله رب العالمین. بعد منم در جوابش گفتم حاجی آقای نامحترم، ببین شما 30 سال حکومت دستتونه، قبل از همه شما آقای مثل امام زمانو دارید که به ادعای خودتون میلیاردها برابر بمب اتم قدرت داره، 30 سال حکومت دستتونه که هزاران پروفسور و مرجع تقلید و آیت الله العظما تولید کرده اید، یک زندان 70 میلیونی درست کرده اید، 100% صدا و سیما رو ضبط کرده اید، دانشگاه ها و رسانه ها و قدرت و ثروت و بیت المال و همه چیز در اختیارتونه، ما رو هم اسیر و زندانی کرده اید، حالا از این همه نیرو که دارید چه نیازی دارید که ما رو میکشید، زندانی میکنید، دهانمون رو میبندید؟ از اون همه نیرو که دارید بیایید در یک میدان وسیع صدا و سیما رو بیارید، یک تعدادی افراد رو بیارید با انواع تیربار و اسلحه، بعد از اون همه نیرو یکی از شما بیاید و 2 ساعت 3 ساعت با ما بحث کند، ثابت کند که شما دارای اسلام ناب هستید و ما بر گمراهی هستیم، تا تمام ملت ایران ما رو بشناسه اونگاه ما رو تیرباران کنید. ولی بدانید که شما باطلید، فقط زور دارید. نگاه کنید که ما چقدر محرومیم از 39 برنامه ملی صدا و سیما، ما 1 ثانیه هم در اختیار نداریم. میخواهید با ما چیکار کنید؟ الله پشتیبان ماست. ما همین جوری که شما میخواهید ذلیل و بلد و خار نمیمونیم.